اسلام خیلی قشنگ روابط اجتماعی رو میچینه. وقتی دو نفر به هم نیاز دارن، دو نفر با هم تعامل دارن، دو نفر برخوردی بینشون پیش میاد، برخورد برای بد نها، ارتباطی بینشون پیش میاد، سعی میکنی کاری کنی که هر کسی بین این کاری که مثلا من میگم تو باید یه 10 قدم بیای جلو، منم باید 10 قدم بیام جلو که با هم دست بدیم. خب اسلام در واقع میاد چیکار میکنه؟ میگه تو 12 قدم بیا، تو هم 12 قدم بیا. چرا؟ شاید اون 9 قدم بود، شاید اون 8 قدم بود، میخواد دست دادن شکل بگیره. یعنی هدف اسلام اینه. مثلا دقت بکنید، اسلام از این طرف میگه قرض کردن مکروهه، از اون طرف میگه قرض دادن خیلی هم مستحب. از این طرف اگر اون فقط میخواد قرض بده و اینم قرض گرفتنم اوکی باشه، مکروه نباشه، دیگه ماش مفخور بار میان دیگه تو جامعه. میخواد مفخوری نکنن، اینا کار کنن، دنبال این نباشه این اون پول قرض میگیریم حالا. اما از اون طرف هم میگه خب این زحمتشو کشیده، پس این آدم آدم کاریه، واقعا هم میدونه که قرض گرفتن مکروهه. خب اما حالا که رفته گرفته، باید یکی باشه بهش قرض بده، نه چرخ آبرو حیثیتشو ببره. یه قرض دادن مستحب. ببینید میخواد روابط رو درست کنه. از این طرف میگه تو اگر رفتی کار خیری کردی، منتظر پاسخ و پاداش از خلق خدا نباش. فردا نگو بشکنید دست که نمک نداره، فردا نگو دیگه من دیگه از این کار خوب انجام نمیدم. از اون طرف اون میگه بیشعور تشکر کن. به من و شما میگه اگه دنیا رو فساد گرفت تو محکم بمون، پوستت هم میکنه اون دنیا. اون شیعه که تو فرانسه است، توی لاس وگاس، تو این ور اون ور برم داره میگه، میگه این جلوش فساد انجام نمیشه. من یکی از این آشنای ما اروپا سن روزه باش تماس گرفتم، میگفت روزه دارن میگیرن 20 ساعته، همه هم جلوشون همه چی میخوان، میاره اینا رو دونه دونه حجت خدا میاره بالا سر ما نشون میده، میگه که مردم شما چیکار میکنی، تو کور بودی اینو ندیدی؟ خب این طرف ماجرا. اما از اون طرف میگه شما خیلی بیخود میکنی تو جامعه اسلامی، روزه خوری میکنی، کار رو برای این سخت میکنی. ببین خدا میخواد کار شکل بگیره، خدا اونجایی که میخواد نریزن همه سر مرده، غسل مست میت میذاره. درسته که کار سخت بشه میگه باید دست بزنی، باید بریم غسل بدی، ولش کن، کار عمدن سخت میکنه، قوانین بازدارنده میذاره. اونجا که میخواد همه برای میت نماز بخونن، همینطور با کف وایساده باشه برو بخون نماز میت. هیچ چیز نیست جز وایس الله اکبر. چرا این کار میکنه؟ خدا میخواد اینجا نماز بخونن، میخواد اونجا به مرده دست نزنن. چه حکمتی داره؟ ده ها دلیلی که ماها نمیدونیم، بعضیشون میفهمیم، فکر میکنیم، بعضیشون به مرور زمان تجربه بر ما اثبات میکنه، بعضیشون نه عقل و مقدر نمیدونه، نمیدونیم چیه، اما چون بنده ایم تابعیم. چشم